و با عرض سلام به فراخبر خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در این برنامه خواهید دید بررسی اوضاع افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل در آستانه ختم آتش‌بسی یک طرفه حکومت با طالبان، سرنوشت جنگ و صلح افغانستان چی خواهد شد؟ من به گونه ژرف تأسف میکنم که طالبان از فرصت آتش بس برای توقف جنگ و کاهش خشونت ها کار نگرفتند. تصمیم آنها برای جنگ تنها باعث افزایش درد و رنج غیر نظامیان خواهد شد. و پسر که با انجام چند عمل جراحی خود را شبیه سوپرمن ساخت. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل که اوضاع افغانستان را به بررسی می‌گرفت، یک بار دیگر از طالبان خواستار گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان شد. و از اینکه طالبان از آتش‌بس که فرصت بود برای صلح پشت پا زدند، ابراز تأسف کرد. همچنان وی موفقیت روند صلح افغانستان را بسته به مدیریت درست آتش‌بس در آینده و نیز همکاری صادقانه پاکستان در این راستا خواند. با اینکه دو روز به پایان آتش‌بس حکومت باقی مانده و در حال حاضر 9 ولایت کشور گواه حملات تهاجمی گروه طالبان است و وزارت دفاع ملی هم میگوید که با ختم آتش‌بس حکومت عملیات‌ها و حمله‌های طالبان از سر گرفته خواهد شد، ولی آمادگی‌های طالبان برای گفتگوهای صلح چگونه است و نیز جامعه جهانی در این راستا چیکار خواهد کرد؟ مهمانان من در این بحث آقای گمانالای هوتکی رئیس پیشین شورای ولایتی اروزگان و آقای دکتر فاروق زمانی رئیس پیشین دفتر شورای عالی صلح هستند. مهمانان عزیز، در سلام بر شما سپاسگزاری میکنم از حضور شما در طولانی و آقای زمانی بحث را با شما آغاز میکنم. روند صلح افغانستان از دید شما و تحلیل شما به کجا رسیده و در چی وضعیت است؟ به نام خدا و سلام بر شما. سلام بر شما. ما فکر میکنم که در بحث های قبلی هم گفتیم خوب یک فرصت خیلی خوب پیش آمده. باز مثل قسمی که مثلا سازمان ملل متحد در سال 2001 یک مقدار چراغ سبز نشان داد بر افغانا که تمام افغانا خواستند که در پروسه و برنامه های دموکراتیک با هم دست به دست هم بتن و افغانستان را به جایی بکشانند که برای بهبودی مردم افغانستان بوده باشه. در سال 2006 متاسفانه که کمرنگ بودن برنامه های سازمان ملل متحد افغانا را هم یک مقدار نگران ساخت. حالا از این فرصتی که سازمان ملل متحد قدم پیش گذاشته و از این استقبال کرده از برنامه صلح یک جانبه رئیس جمهور افغانستان، ما فکر میکنم که یک فرصت خیلی خوبی است و سازمان ملل متحد باید با برنامه طویل المدت پیش بیاید. ولی برنامه یا روند که حکومت افغانستان برستن به صلح تا اینجا به پیش برد در روند موفق است؟ ما فکر میکنم که خب حالا یک فرصتی است که اگر دولت افغانستان و خاصتا رئیس جمهور پیشنهاد خیلی خوبی رو برای طالب ها داده، اگر طالب ها معتقد باشن برای صلح و برای بازسازی کشورشان از این فرصت استفاده بکنن. اما کلید اصلی صلح افغانستان به دست هیچ کسی دیگه نیست، به دست پاکستان. سپاسگزار هستم آقای زمانی. آقای هوتکی سلام بر شما، سپاسگزار هستم از حضورتان در طولانی. آقای هوتکی، حالا که از جامعه جهانی گرفته تا سازمان ملل تا حکومت افغانستان از صلح صحبت میکنن، ما میخوایم دیدگاه شما را در مورد آمادگی طالبان به این روند داشته باشم. گروه طالبان آماده گفتگوی صلح هستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نیکیل تاستا. سلام بر شما رئیس تا استاد فتول کارمندان و لیدون کاگریدون کتاب. طالبان وس مجبوره دی ولی فدی چې ام نړۍ غواړي، ام افغانان غواړي، ام همسایگان غواړي، نور طالبان زما په نظر باندې دوی دې ته مجبور دي چې دوی باید کښېنی صلح وکړي. ولی فدی طالبانو کې خپل خلک ډېر په تکلیف دي او خلک یې صلح غواړي. کم خلک به وي چې په هغو کې هغه خلک به صلح نه غواړي چې هغه دوړي د دغه لارې پیدا کولی شي او هغه په دغه جنګ کې ګټې وي، هغه د شخصي منافعو دپاره جنګېږي. نور طالبان اکثریت په دې باندې موافق دي چې صلح وکړي او د سولې سره یې. خب این چگونه موافقت است که همواره گفتگوی صلح را این گروه رد میکنه؟ خود اوس خو بیا ردوي، ناامیده کېږو به نه په دې کې چې ولې ردوي، خو بیا هم ځکه چې جامعه جهاني یا نړیواله ټولنه ملل متحد غواړي او خپل امریکا چې په دې کې مهم رول لري په افغانستان کې او په نړۍ کې، هغه غواړي په دې باندې او ناټو یې غواړي، هغه زبرځواک هغه ځواکونه چې په نړۍ کې غټ ځواکونه دي هغه ټول غواړي په دې باندې موافق دي. نو طالب مجبوره کېږي په طالب باندې هغه سرچینه هغه منابع چې دی لاس راوړي هغه په دې باندې وچیږي. نور دوی مجبوره کېږي. اگر طالبان به گفته شما مجبور به صلح شوند،
پس چرا تا امروز صلح نکردن با حکومت افغانستان در حالی که از هر طرف فشارها متوجه کشورهای حامی اینا اگر مشخص بگویم پاکستان هم بوده ولی چرا این گروه حاضر به صلح نشد؟ مخکی صافی یجوی هغه فشارونه چې ویل کېدل هغه په لبزي شکل و یعنی ډیپلوماټیک بڼه یې درلودله اوس په عمل کې سړی ته معلومیږي چې په امریکا مستقیما په پاکستان باندې فشار راوړي دي او مرستې پر بندې کړلې او نور فشارونه په دې باندې راوړي او نړیوال هم په دې باندې قانې سوله زموږ خپله د ملي یووالي حکومت په دې باندې قانې کړله او دا وروښول چې نور دغه ټول فساد پاکستان کې دی پاکستان کې او یا په ایران کې کوم فساد چې دی او دوی دغه فساد په د مخنیوي په خاطر باندې باید طالبان دې ته مجبور کړي چې صلح وکړي او نور په دې کې همسایه ممالک هم په دې باندې قانې سوي دي زما په نظر باندې تر ډېره پورې چې په جنګ کې موږ دلته بری نسو موندلی ولې در مورد خود گروه طالبان چې در داخل خود این گروه چرا صلح رد میشه یعنی انورا خبرنامه طالبا گفتگوی صلح با حکومت افغانستان رد میکنه ردوی به ز امیشام دی د خبرې کوم مشپدی باندې باور نه درلودي چې دوی غټ قربان به وسی او داسې په ټول افغانستان کې چې طالب راځي شریعت ته او د پولیس په ځای امنیتي ځواکونه به ځي د طالبانو محلات نو مشپدی باندې باور نه درلودي اوس چې دا حالت ولې دی نو په دې باندې ز یقینیم چې صلح کېدلای شي او صلح راتلای شي او بل طرف څخه جامع جهانی په دې باندې موافق ده چې په افغانستان کې سول جنگ تر وخت پورې وي او دا جنگ بيخي وشي سپاسگزار سم آقای اوتکی آقای زمانی در بخش دیگه اراده جامعه جهانی را باید در مورد صحبت بکنیم فکر میکنین کشورهای دخیل در قضای افغانستان اراده جدی به این دارن که افغانستان باید به صلح برسه و تامین امنیت شه و جنگ خاتمه پیدا بکنه ما فکر میکنم که یک تعداد کشورهای زیمنافیز در قضای افغانستان یک تعداد از اینا که پیشترم خدمتتون گفتم پاکستان همواره سعی کرده که خود از این برنامه صلح افغانستان تبرعه بره و پای خود بکشه از این قضیه اما یک تعداد کشورهای غربی معتقد هستند که باید کاری شوه برای جامعه افغانستان به خاطر از اینکه مسئله صلح افغانستان صلح جهان از این گره خورده با جامعه جهانی است این قضیه تنها قضیه افغانستان هم نیست به خاطر از اینکه پیشنهاد یک طرفی که دولت افغانستان برای طالب ها داد برنامه صلح را هم ایالات متحده امریکا، هم اتحادیه اروپا و هم سازمان ملل متحد از این قدردانی کردن و به نوع اینا هم پا پیش گذاشتن که ما هم در این پروسه و در این برنامه تلاش داریم که کاری صورت بگیره. ولی مهم اقدام های این کشور است. مثلا نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت میگه آقای زمانی از کشورهای میخواهد که پاکستان را از کشورهای میخواهد که طالبان را برشان کمک بیشتر نکنه و این گروه را تشویق به گفتگوهای صلح بکنه. تنها همین گفتارا میتونه در افغانستان صلح بیاره؟ ما فکر نکنم که تنها این گفتارها در افغانستان صلح را بیاره. یکی مسئله صلح را خدمتتون عرض کنم که یک پروسه بسیار طویل المدت است. پروسه کوچک هم نیست. فردا ما خیلی هم خوشبین نیستیم که فردا صلح میاد در افغانستان. ما باز هم تاکید میکنم که فشار اینه که جامعه جهانی میتونه سر پاکستان وارد کنه، پاکستان متقاعد بسازه و سر پاکستان تحریمای خود بیشتر وضع بکنه تا از اینکه طالبا را حاضر به گفتگو اگر شما روند صلح را یک پروسه دراز مدت میدانین خب واضح است که افغانستان و مردم افغانستان هم چند سال است که صلح میخواین و در این راه قربانی هم دادن بازم به صلح نرسیدیم ما فکر میکنم که به صلح رسیدن منبع و ماخذش معلوم است که در کجا هست بازم خدمتتون عرض میکنم که جامعه جهانی فشار خیلی قوی باید سر پاکستانیا وارد بسازه که پاکستانی ها طالب ها را در پروسه و برنامه سیاسی و صلح وادار بسازه که اینا حاضر به صلح شوند در غیر از اون ما فکر نکنم که اگری به این جست گریز ها ما تلاش بکنیم که طالب ها چند روز پیش هم شما به خاطر دارین که یک تعداد به نام طالب در داخل شهر کابل و بعضی شهرهای ولایات افغانستان وارد شدن که اینا طالبای کرام هستن اینا آمدن صلح می صلح به این آسانی ما فکر نکنم که به دست بیا اما یک نکته را من خدمتتان عرض می کنم که برنامه ای که بعضی کشورها مثل عربستان سعودی اینا یک آفر خیلی خوبه به دولت افغانستان برای طالب ها و برای پاکستانی ها هم پیشنهاد دارن که احتمال داره که تا در روز دیگه یک نشست با طالب ها با برنامه صلح افغانستان کسایی که در پروسه صلح هستن آقای زمانی در... مهمی است که همواره رد میشه امین خواستا سوی طالبا این که چرا این خواستا رد میشه پاسخ این پرسش از شما تا لحظات بعد خواهیم داشت و بیننده عزیز ادامه این بحث هم پس از میان برنامه ببینید
بازم خوش آمدید آقای زمانی. مهم این است که با درخواست حکومت افغانستان و همچنان کشورهای اسلامی مثل سعودیا و تشویق جامعه جهانی باز هم طالبان رد میکنه گفتگوی صلح. چرا؟ من فکر میکنم که گفتای کسایی بوده باشه که دکته میکنه برای طالبها که طالبها حاضر نشن به میز مذاکرات. طالبها تقاضای زیر دارن که ما دایرکت و یا مستقیم با خود امریکا صحبت میکنیم. با هر کسی که صحبت کنن ملکیت صلح به دست افغان ها باید بوده باشه. نظر ما این است که طالب ها هم این مطمئن باشن که کشور خودشان است اگر طالب صلح میخواید. و در غیر از او چند روز پیش هم شما شنیدین که آقای میلر فرمانده کل قوای ناتو اونا هم گفتن که ما صلح را باز در غیر از او در میدانهای جنگ جستجو خواهد کردیم. سپاس آقای زمانی. و آقای اوتکی شما پیشتر گفتین که از آتش بس که صورت گرفت خوشبین شدین و امیدوار شدین به صلح میرسیم. حالا این آتش بس به نوعی از سوی طالبا گفته میشه که بر اساس یک آتش بس مناسبتی بوده بر اساسی، نه آتش بس که از پروسه صلح حکومت افغانستان بیرون آمده باشه. شما چگونه خوشبین هستین به اینکه طالبا به صلح پاسخ خواهد گفتن؟ یه شی مش خوشبینی ده چه اگه خلک چه دوی دیله چه به بعض ولایت که تقریبا دواتو ولایتو سده چه تماس بلودی که دوی بوده اگه حکومت خلق سره کشنسل اگه نظامیان ویده از مشکل سرم ده خبری کولی همیشه به پدادری وزی که دوی ناس و پاس و سره کولی که دوی بویلی چه مشتا دستی ویلسی و چه ده خلق نه المنسکی نه دین دی نه چش سویلی یعنی اگه تبلیغات چه مشتا سیو مشتا دا سویلی ده یعنی دیر پاید که وکی دیشانو یو خدای دی خفل تغییرات بل پا دا جنگو که دا وز فیلند اگه جنگ چه مشت تقریبا دوی میشتی مخی تلو دی اگه جنگ وز نلو سی جنگ لرو پدې منکر نه مدګن هغه جنگ نه لرو ولی فجی طالب نور دغه جنگ نه کوي. ولی آقای هوتکی موضوعی است بعد از این که آتش بس ختم شد از سوی طالبان شاهد عملات شدید این گروه در مناطق مختلف کشور بودیم، مثلا در جلیز وردک چی گذشت؟ همین گونه بلکن. با وجود که حکومت آتش بس داشت اینا دست به عملات زدن. دا بس به جناب ملک صاحب دست چې دا بیا په درې کټګوري دي، درې رقم طالبان مش یعنی کولای شو چې زما په نظر باندې درې رقم طالبان. یو مجبور طالب دی، هغه طالب دی چې هغه د پنځو روپو دپاره جنګېږي، هغه دې په دې نه دی چې دلته ملي منافع دي، هغه دې په دې نه دی چې دا زما وطن دی جوړېږي نه جوړېږي. یو دا طالب دی. یو هغه طالب دی چې د دې خوا څخه خوابدی سوی دی، ټکېدلی دی، خوښ سوی دی، تللی دی خواته. دا دوم دی. درېیم هغه طالب دی چې د هغه د لاسه موقف وتلی دی، د هغه د لاسه د هغه زما حکومت چپه سوی دی. درېیم هغه طالب دی. یعنې دا درې کټګوري طالبان کې په دې کې دا طالبان داسې نه چې 100% ټول طالبان په دې موافق دي که ملا حبیب الله خوند وویل چې سوله سوله کول نه نه همداسې نه دي. دا درې تشبس لس ورځې به اوسي، میاشت به اوسي، کال به اوسي، خو بیا هم ډېر خلک پاخوا کې لکه په دې خوا کې پاخوا کې هم همداسې خلک ډېر شته چې هغه د دغه مخالف دي چې صلح اوسي، هغه په لوړه سطحه نه دي، یعنی په دې سطحه نه دي چې هغه غټ جنجال جوړ کړي. مهم است آقای اوتکی، مثلا خبرهای بلند میشد که در یکی از ولایت ها منطقه امن ساخته میشه و اینجا طالبا بیان با حکومت افغانستان زمینه سازی صورت بگیره بر گفتگوهای صلح. حالا حکومت چگونه میتونه با طالب پایین رتبه به صلح برسه؟ طالب خو زه وایم زموږ دپاره که پنځه کسه کښېني زموږ دپاره د مغلمت دی. په هره ساحه کې چې کښېني د جنګ چې راکم بوت ګراپ را ټیټېږي دا هم زموږ دپاره د مغلمت دی. که سړی د نظامي ځواکونو څخه دغه ارقام واخلي شاید هغه رقم ارقام نه وي لکه پخوا چې کېدله. یعنې پخوا تقریبا موږ په دو دېرش ولایتو کې جګړه درلوده، اوس موږ په اتو نو ولایتو کې جګړه لرو. دا د دې معنی لري چې طالب نور جنګ نه غواړي او هم نړیوال په دې باندې نړیوال باندې مخ بس. شما دستبندی که از گروه طالبان انجام دادین آقای اوتکی، روند صلح افغانستان به رهبری حکومت افغانستان یک روندی است که ما را به صلح برسانه و همین تقسیماتی که در گروه طالبان است اینا را قانع بکنه و هر گروه به صلح بخواهد با حکومت؟ د گروه په حساب نه که دا لسی چې په دوی کې هغه مجبور خلک هغه یو څه تشریح کما، یو خلک چې غریب خلک دي هغه غریب سړی پویږي په دې باندې، هغه ادم خیال سړی دی، دا نن چې فکر بدل سو سبا ناست دی ولې فدې وای د صلح خبرې شروع وسولې نن زبې تر مخ کار وکم. یو هغه سړی دی چې خوشوي دی، خوشوي سړی دا فکر کوي چې زما فکر کوي چې زبې انتقام واخلم تر هغه نورم خوشولم. درېمه هغه څوک دی چې د لاسه قدرت لري، هغه پلار یا ورور یا بل څوک تللی دی، اخرنۍ سړی پاته سوی دی، په اخرنۍ سړی کې هغه هم په دې عقیده رسېدلی دی چې نور زما دپاره صلح هم بهترین شی ده. صحیح بعضې خلک هغه خلک چې دوړیزم پیدا کوي یا قدرت ته دغه لارې رسېدلی وي هغه خلک به مخالف وي. اکثریت په دې کې د دې موافق دی چې باید صلح وشي. آقای اوتکی، همین برنامه حکومت افغانستان برنامه پاسخگو برای آوردن صلح در افغانستان است از دید
شما؟ شاید مشکلات به موجود وي خو بیا هم په دې کې موږ فدیه کنه تور مشته دا په دې کې دا کړلو چې دغه واخستی پاکستان واخستی نړیوال چې معرفي کې د تورستان زاله ده نړیوال فدیه باندې موافق سول کدل ته جګړه وجديږي تورستان را ډیریږي یعنی کمیږي نه ډیریږي او جګړه ډیریږي او دغه دی کوم دغه دوی درې تر چې ورکړي دی دا بهرنی سیاست چې زموږ د حکومت دی نو دا د دې څخه ملمیږي چې دغه سیاست نسبتا په خوا کلون ته شدی شوالې دادی چې موږ آتشبسته ورسول شوالې دادی چې موږ وزدا د سول خبرې شروع وسول شوالې دادی چې سعودي عربستان علاقه وشول د څو کلونو په دغه باندې سعودي عربستان یو اسلامي ملک دی هغه علاقه شي په دې باندې نو دا د دې څخه ملمیږي چې دلته د سولې څرکسته سپاس کوم سم قوی تکی یا خوږه زمانی موضوع دیګری نست کې فشارهایی را که متوجه باید شما به کشورهای حامی حراس افغانی جامعه جهانی در این عرصه خوب کار کرده یا نه؟ مثلا فشار لازم متوجه پاکستان بوده؟ من فکر میکنم که جسته و گریخته بله یک مقدار فشارهایی که بالای پاکستان بوده پاکستانی ها را واداشت که جنرال های پاکستانی چندین بار برای افغانستان سفر کنند حتی تا واشنگتن و امریکا و در اینجا پایشان کشانده شد اگر اینا واقعا اراده داشته باشند با فشار بیشتر میتونن که طالب ها را وادار بسازن که در یک پروسه سیاسی به میز مذاکره در راستای سال فکر نمیکنین با توجه به تجربه که حکومت افغانستان از رابطه با پاکستان داره یک بار دیگه پاکستان یک سیاست وقت کشی را گرفته باشه این که طالب گونه کار باید بکنه که هم جنگ بکنه و هم صلح را به پیش ببره فایده این کار اگر این گونه باشه به حکومت و مردم افغانستان و صلح افغانستان چیست؟ من فکر میکنم تا از اینکه ما پاکستان خب استخبارات منطقه در افغانستان هست و حتی استخبارات جامعه جهانی در افغانستان هست در این راستا هر کس به نفع خودش کوشش میکنه ولی رابطه ای را که با حکومت افغانستان در اینجا با پاکستان تجربه میکنه مثلا بهبود در رابطه که در این اواخر میان حکومت افغانستان و دولت پاکستان دیده میشه آقای زمانی این دیگه بیانگر چیز خود حکومت افغانستان میتونه که با این رابط پاکستان را قانع بسازه تا در صلح افغانستان کمک سعی بکنه افغانستان نیت خیلی خوبی داشته چندین کارم در ولی در مورد نیت پاکستان شک وجود داشته من شک دارم تا هنوزم در مورد نیت پاکستان تلاش داره که یک فشار بسیار کوچکی که از طرف جامعه جهانی بالای پاکستان وارد میشه پاکستان تلاش میکنه که یک مقدار نزدیکی را با دولت افغانستان نشان بده اما اینا تمام از یک گیم است تا از اینکه وقت کشی میکنن وقتی که فشار کم شد باز تلاش دارن که باز می تروریست داره باز مثلا گروه های تروریستی رو تقویه کنه و داخل افغانستان پس سیاست را حکومت افغانستان حالا روی دست بگیره این که ما را به صلح هم برسانه و از آسیب پذیری های رابط با پاکستان هم در امان بمانه اما سیاست امروز ما داریم؟ والا من متاسفانه در این راستا خب تا جایی که ما می بینیم از طریق میدیا تا جایی که ما شما آگاستیم و اتبای افغانستان هستیم دولت و حکومت افغانستان نیت خود نشان داده که یک اراده صلح را داره اما این بستگی باز هم به جانب طالب و تمویل کننده های طالب ها داره که طالب ها باید نیت خودشان را نشان بدن در غیر از او با این صداهای صلحانه ما طالب ها لبیک نخواهد گفت پس به که پیشترم گفتم من فکر میکنم که نتیجه ازی تا امروز برنده جنگ هیچ کسی نبوده نه طالب بوده نه دولت افغانستان اما من فکر میکنم که اگر طالب ها در این مقطع زمانی تن در نتن در پروسه صلح و خودشان افغان فکر نکنن افغانستان ملکیت خودشان فکر نکنن من فکر میکنم که ضربه سنگینه به پیکر طالب سپاس گزارم آقای زمانی آقای اوتکی موضوع دیگه ای است که در راستای سال انتقادا متوجه حکومت است به این منظور که پنهانکاریای میگن وجود داره و مردم افغانستان را برش درست آگاهی نمیده که این روند صلح چگونه پیش میره شما در این باره چی میگن صلح از ما به نظر بندی ده هم خلق سره او دلیل خلق سره صلح په وقتی ارخونه کوي او صلح منزګړیتوب دریمګړی کوي خو صلح د ارخوتر ما بینځوي ځکه چې دا جنگ سي تپلې دي قرباني ټوله عاملت
او ولسونه دی پړی کی خو جنگ د حکومت او د طالب تر ما تر نامه لاندې دی نو دا دوی تر ما بینس دوی خپل د موضوع سره شریکوي اوس کده سی وی ک په مثال دا جنگ خدای نه خسته خدای نه کوي او په دې ملک نه دا جنگ یو ژبنی وی یو قومي وی نو کده لسی سړی د ملت سره بیا نو لار سپ بازار کې د خلکو سره مشوره وکړي دا سول مرسنګ یعنی زما په نظر باندې اوس هم دغه لار لکه د وچ حکومت په شکل چې تاسو چې د سلو خبرو ته رسیږي او بیا چې طالبان خپل شرایط وځ کوي تر هغه وخت پرې چې هم دغه روانه وي شبوي ځکه چې ډیر پراخسی او ډیر لاسونه پښو خسی اما خو ته کی باور درین کې تمامي ارزش هایی که شکل گرفته یا پیشرفت هایی که شده قربانی روند صلح نخواهد شد با توجه به این که رئیس جمهور هم میگه که افغانستان کشور مشورت است و هیچ پنهانکاری وجود نخواهد داشت و صلح خواست کل مردم افغانستان است صلح خیر ده در طول افغانستان ده بعد صلح خیر ده مرگن پس صلح کی سړی که د دوه وطنو تر مابین یا د دوه قبیلو تر مابین یو خلته جګړه مران چینی اده جرګه خلک چینی هغه خبرې کوي سی جرګه منم او مشوره منم د ټول شاندی همدا د رئیس جمهور خبرې دوامه خو بیا هم سوله کی هغه خلک چې داخل وي هغه خلک تر مابینز باید باسونه وسی ته څو باندې چې په منطقو په دلایلو باندې ولاړ وي او دلته پرغه شان باندې باسونه وسی چې هغه زموږ د افغانستان د پاره د آینده په خیر ته معنی سپاس کوم سم خو یو تکي وقای زمانی کوتاه بوین کې چګونه میشه امین وضعیت شکل گرفته پیشرفت بکنه و به صلح برسیم کوتاه ما فکر میکنم که مردم افغانستان اقوام افغانستان اقوام ساکن افغانستان و پیشتر هم شما اشاره کردین حکومت افغانستان و دولت افغانستان هم برنامه های روشن و راهکار خوبی رو برای مردم افغانستان تشریح بکنن تا تمام مردم افغانستان متحد و متحد برای صلح شوه یک سلسله کارهایی که مثلا شما یک دقیقه خدمتتون عرض میکنم یک دقیقه فقط ببینین کاروانی رو که خیرخواهی هستن که از هلمند حرکت کردن تمام از اینا زحمت کشیدن تکلیف کشیدن این من فکر میکنم که اگر بروند و در مراکز طالب ها دادخواهی بکنن چون دولت خود پیشنهاد کرده صلح را از اونجا ما میتونه یک و آقای هوتکی بسیار کوتاه بوین که شرایط بر طالبان چقدر اساس شده و طالبان تا چی اندازه در یک آزمون قرار دارن که صداقت خود را بر افغانستان و مردم افغانستان باید نشان بدن طالبان که په دا یو چانس دی دوی دفاره ام بنریوال د لاس اور کی ام بملګری د لاس اور کی ام افغانان د لاس اور کی په دغه چانس طالب دفاره فرصت یم ده او د امریکایانو نړیوال ټولن څخه غواړو چې جبې شته موضوع راټینګ کړي ده د هغه سړي چې د افغانستان ملت غواړي دوی باید دغه اراده تمثيل کړي او دوی باید سلام خواهی و تکیف و خواهی زمانی از حضور شما در این بحث و در پایان هم خبر کوتاه را ببینید خدا نگهدار هربرت چارلز طرفدار فلیپینی سوپرمن اولین بار در سال 1995 زیر تیغ جراحی رفت یک بار صورتش را عمل کرد تا سوپرمن را به دست بیاورد یک بار بینی بار دیگر لبهایش را برجسته‌تر نمود و تا رانهایش را جراحی کرد تا عضلانی‌تر نشان بدهند و این مجموعه بزرگ از یادبودهای سوپرمن که شامل مجسمه‌های با اندازه واقعی به گونه متحرک و مختلف لباس یادبودهای بامزه که در هر شکل و طراحی را دارد سوپرمن که یک شخصیت خیالی ابرقهرمان در کتاب‌های کامیک آمریکایی منتشر شده توسط DC کامیکس است که تاکنون در چندین فیلم مجموعه تلویزیونی و بازی ویدیویی حضور یافته است اما هربرت چارلز که چندین عمل جراحی دشوار را سپری کرد تا شبیه سوپرمن شود در حال حاضر با مقایسه تصویر سابق و جدید از وی دیده می شود که حالا نزدیکی بیشتر از لحاظ صورت و اندام با سوپرمن را به دست آورده است اما کارشناسان باور دارند که احتمالاً هربرت چارلز از نقص بی‌علاقگی به ظاهر شخصی خود رنج می‌برد یک نوع بیماری روانی است که در آن نمی‌تواند خودش را با ظاهر واقعیش بپذیرد.